طالبان عملیات تحت رهبری دوستم در جوزجان با شکست مواجه شد. نستور نادری به آریانا سعید آوازخوان مشهور کشور زانو زد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی خبرگزاری افاق، طالبان عملیات تحت رهبری دوستم در جوزجان با شکست مواجه شد. سخنگوی طالبان ادعا دارد که جنگجویان این گروه عملیات نیروهای دولتی تحت رهبری مارشال دوستم را در ولسوالی آقچه جوزجان دفع کرد و 21 نیروی وابسته به دوستم نیز کشته شده اند. مسئولان امنیتی و افراد نزدیک به دوستم تا کنون در این مورد این ادعا واکنش نشان نداده اند. بیشتر منابع محلی در جوزجان به خبرگزاری افق گفتند که در نتیجه حمله جنگجویان طالبان بر یک پاسگاه نیروهای ارتش در ولسوالی فیض آباد این ولایت، یک پاسگاه امنیتی سقوط کرد و بیش از 20 سرباز مستقر در این پاسگاه ناپدید شده اند و از سرنوشت آنان خبری نیست. عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان گفت که مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی و معاون پیشین رئیس جمهوری با مقامات محلی در ساحه حضور یافتند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر نوشته است که صبح امروز در مربوطات ولسوالی آقچه جوزجان نیروهای دولتی تحت فرماندهی دوستان به هدف اجرای عملیات علیه طالبان آمده بود که با واکنش جدی جنگجویان این گروه مواجه و عقب شده است. مجاهد مدعی شده است که 21 نیروی وابسته به دوستم کشته و تعداد زیاد دیگری زخمی شده اند. او گفت که یک تانکر و 4 موتر نو هایلکس نیز توسط طالبان تخریب شده است. مسئولان امنیتی و افراد نزدیک به دوستم تاکنون در این زمینه واکنش نشان نداده اند. مارشال دوستم بارها هشدار داده که اگر به وی اجازت داده شود طالبان را ظرف چند ماه شکست می دهد. گفتنی هست که طی ماه‌های اخیر حملات طالبان در جوزجان که پایگاه قدرت دوستم شناخته می شود به شدت افزایش یافته است. در عین حال به نقل از صفحه رسمی آریانا سعید آوازخوان مشهور کشور، باید عفو کنید و لغزش های دیگران را نادیده بگیرید. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است؟ جملات زیبای فوق آیات مقدس الهی است. از بخشندگی ذات حرف می زند که نه تنها خود آمرزنده است بلکه بر عفو و بخشش دیگران نیز حکم می کند. دیشب برنامه سراچه را که محترم نستور نادری مهمان آن بود تماشا کردم. راستش بعد از تماشای برنامه دو مورد ذهن مرا به شدت به خود مشغول کرد. یک، مشکلات و تهدیداتی که از آدرس برنامه ها و پرداخت های آقای نستور نادری متوجه من شده بود است و فتوای چند تکدار مذهبی مفرد از تریبیون این برنامه ها مبنی بر مباح القتل بودن من که
سایه این پرداخت و حملات ناجوان مردانه تا اکنون بر زندگی هنری من اثر گذاشته است و در خیلی مورد آزادی های فردی مرا مختل و تهدید کرده است. البته در زندگی کاری و هنری من این مورد به عنوان یگانه عامل تهدید مطرح نبوده و نیست. و دو، اینکه آقای نستو نادری با اظهار ندامت از جبهه‌گیری های بی موردشان که طی چند سال در مورد من و کارهایم به طور دوامدار ادامه داشت، این را ثابت کردند که اکنون به حقیقت پی بردند و تاخت و تازشان بر من که تحریک دیگران را نیز به همراه داشت معقول و جوان مردانه نبود. بعد از این همه مدت و مشکلاتی که دامنگیر آقای نستو شد، خوشحالم که سرانجام صحت یاب شده اند و خوشحالتر از اینم که جوان مردانه و جسورانه اشتباهشان را از طریق یک تلویزیون پر بیننده و پر مخاطب اقرار کردند و معذرت خواستند. و اما پاسخ من به آقای نستو، نستوی عزیز و گرامی، ما هر یک انسانیم و جایز الخطا انسان کامل آن است که خطای خود را میپذیرد و از اشتباهش دست میگیرد. برنامه و اظهارات تو را با اشک تماشا کردم. اشکم به این دلیل نبود که گویا با روی کرد تو و آن جبهه گیری های تو مظلوم واقع شده بودم و اکنون تو بار ندامت آن را بر دوش داری. خودت می دانی که من قوی تر از آنم تا خود را مظلوم بدانم، اما این اشک های من دو دلیل دیگری داشت. یک، و دلیل آنچه در اثر یک لغزش تو بر تو و خانواده خوبت گذشت، تصور آن روایات حتی مو بر تن آدمی سیخ می کند، چه رسد که در آن باطلاق بیفتی و در آن دست و پا بزنی. این روایت از زندگی تو درد آور بود و آزار دهنده، دردم داد و آزارم داد و گریستم. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.